کلام خدا اعتماد هست و نیز همونه که گفتم کمک میکنه که به خوبی تکیه کنیم در خدا. ذهنیت ما فقط یک ساعت و نیم دو ساعت و کلیسا نباشه، در هر جایگاهی که هستیم لمس میکنیم که خدا با ماست، خدا ما رو تنها نمیذاره. مزمور 131 دو الی سه نیز اعلام میکنه نگرانی رو از خود دور کن. چگونه؟ در حضور خدا، خواندن کلام، دعا با یک نفر دیگه. که ما تو مشکلات سختی ها خیلی سخته که بخوایم خودمون شاید دعا تماس بگیرید با شبان کلیسا، ایشون مسئول این هست، وظیفه‌اش هست، با رهبران کلیسا، با یک ایماندار، اون براتون دعا کنه. یه سرود بذار گوش کن. خدا بشه قرار میبینیم که کلام خداوند گویا هست، روی تلفوناتون اپش هست. بذارید کلام رو بشنم. اگه میبینید وجود ترخه، نگران شده، میترسید، و اون کمکت رو باید کنید. نگرانی رو از خود دور کن و مانند کودکی که در آغوش مادر خود آرام هست. عیسی مسیح در انجیل متی 18:3 نیز 13 این رو اعلام میکنه، مانند کودکان میشه، مثل کودکان میشه. اینجا داره تشبیهش همینه. میدونیم که خدا نه پدر هست نه مادر، همه اینها به خاطر درک انسان هست نسبت به عشق خدا به ما. و مانند کودکی که در آغوش مادر خود آرام هست، در درون خود آرامش دارد. ای اسرائیل، ای فرزندان اسرائیل، یعنی فرزند اسرائیل، یعنی من و شما، نه اینکه بگیم این دولت که در اسرائیل هست رو داره، حتما در اونجا کسایی هستن فرزندان خدا هستن، اونها که مطیع کلام ما. اسرائیل یعنی فرزند خدا، یعنی قوم خدا. در درون خود آرامش دارم. ای اسرائیل در خداوند توکل داشته باش از حال تا به ابد. یعنی کاملا به او وفادار باش، یک طرف نباشه. وقتی عشق یک طرف میشه، اون موقع هستش که درکی درست نخواهد و به جای اون نگرانی میدارم.